ورود الکسیس ایران یا همون بهار رهنما یوتیوب کنار تمام دخترها و زنای ایران هستم و به نشانه اعتراض دعوت یا آخوند از مردم برای مبارزه باهاش. میگه مردم شجاع ایران عمامه پرونی میکنن، یک به یک، نه یک به دو. بیایید ببینیم. آهنگ سیاسی محمد رضا شایع که جلوش گرفته شده و ممکنه که به زودی منتشرش کنه. حمله تعداد زیادی از مردم به مسیح علی نژاد برای صحبت‌های جنجالی. صحبت‌های دوباره سامان ویلسون و پخش کردن پول بین مردم. شماره کارت بدیم من 3 تومن یادم بزنم. و کلی اتفاق جنجالی دیگه که تو این ویدیو می‌بینید. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب در ابتدا بریم سراغ صحبت‌های آخوندی که مردم و کسایی که عمامه پرانی میکنن و دعوت کرده به مبارزه و میگه که بیان توی باشگاه و اونجا حتی اگه چند نفری هم به هم حمله کنید دل و روده که هیچ، کلیه همتون رو سوراخ سوراخ میکنم. مردم شجاع ایران عمامه پرانی میکنن. میگم شجاعت به این نیستش که از پشت سر عمامه بندازی یا از پشت سر حمله کنی. 20 نفره میخوای حمله کنی به یه نفر؟ این که شجاعت نیست. آدم شجاع کسیه که بیاد باشگاه یک به یک، نه یک به دو. بیاید ببینیم شجاع کیه. بسم الله. بله، اینم از صحبت‌های ایشون که امیدواریم فیلم مبارزش رو به زودی ببینیم. و اما بهار رهنما هم که به الکسیس ایران معروفه اومده مثلا یه حرکت اعتراضی بزنه و میگه که فیلمم رو از جایی منتشر نمی‌کنم و توی چنل یوتیوبم میذارم و یه جورایی این وسط تبلیغ چنلش رو کرد، ولی به مردم میگه که این کارو برای حمایت از مردم کرده، که البته اشکالی نداره، ما هم حرفشو باور میکنیم. و به نشانه اعتراض فیلم مستندم رو که موارد خیلی زیادیش سانسور خورده به دلیل اینکه در مورد زنانی هست که رنجهای زیادی کشیدن و من نمیتونم این مستند رو در واقع سانسور کنم، به احترام زنهای ایرانی مستندم رو به زودی در یوتیوب به صورت فری منتشر میکنم و از اکرانش در داخل کشور جلوگیری میکنم. سفر جشنواره‌ای این کار شاهد جوایز زیادی بوده و کار خوبی بوده، امیدوارم ببینینش و دوستش داشته باشین و این ویدیو رو منتشر کنین. دوستتون دارم. و اما از اون طرف هم همونطور که میدونید ترانه علی دوستی چند روز پیش کشف حجاب کرد و حالا هم عکسش رو توی مکانهای عمومی بدون حجاب منتشر کرده و بعدش هم سحر زکریا هم کشف حجاب کرد و شقایق دهقانم همینطور. و اما مسیح علی نژاد هم که اومده و صحبتهایی رو کرده که باعث واکنش خیلی از مردها شده. Because for the first time that women leading the revolution and these women, like we didn't need men in the revolution. چرا خوشحالم که نیومد؟ من فکر می‌کنم و حتی منیجر و رفیق پوریا پوتک هم در این مورد نوشت نیازی به توی سگ دیکتاتور یا اونی که تو توالت هم رو سریش نمیفته نداریم، هر انقلابی هم شکل بگیره برای شما جایی نیست. و اما سامان ویلسون هم که دیگه بد جوری رد داده و اومده توی کلاب هاوس و میگه شماره کارت بدین به هم 3 تومن بزنم به کارتتون. اگه اجازه بدین یه شماره کارت بدین من 3 تومن هم یادم بزنم. این از این بزنین برای کی؟ برای کی؟ یه شماره کارت که به من بدین الان هرچی. سامان دوباره الان چاپ تحت سوبری بزنین یه سر دیگه شماره کارت بگیر. شماره کارت بگیر چی کار کنم؟ 3 تومن بزنین چی بشه؟ 62-21-0-6-3 نمیدونم بزنم به یکی دیگه. یه گرم امشبتون رو مهمون سامان. اگه نزدم بگین نزدی.
اگه نزدیم بگو نزدی. اگه الان نزدم بگم سه تا من یه نفر بیام بزن. بله، اینم از صحبت‌های ویلسون. آخه یکی نیست بهش بگه دیوس فکر کردی مثلا خیلی خفنی یا پول داری که مست کردی اومدی میگی سه تا من میخوام بزنم براتون و فکر میکنی مثلا پول زیادیه؟ امیدوارم خدا شفات بده و حالت خوب شه، وگرنه با این چیزی که من دارم میبینم به زودی یکی همین چرخشو و اما شایعه هم که گویا توی همون روزای اول اعتراضات اومد و یه موزیک سیاسی نوشت که منیجرش جلوش رو گرفت و حالا استوری گذاشته و نوشته رفقا خیلی از این میپرسین که چرا از ممرضا آهنگ نمیاد برای این روزا. لازم دونستم به عنوان نزدیکترین آدم به ممرضا بگم که ایشون این همه استوری و فعالیت تو فضای مجازی داشت تو این مدت و همه قلب ممرضا رو میشناسیم و اینم لازم به ذکر که ما ایرانیم و به ازای فعالیت ها هم تحت فشار. ممرضا تو همون روزای اول یه موزیک نوشت که به صلاح دید اطرافیانش از جمله من نذاشتیم که منتشر بشه به خاطر خودش و نگرانی که نسبت بهش دارم و داریم که حتی اسم ترک هم ریدم تو این زندگی بود. تو این رنج و عصبانیت قلمش خونسانیست ممرضا و ممکن بود از دستش بدیم و من به عنوان نزدیکترین کس تو حیطه هنریش اجازه همچین چیزی رو نمیتونستم بهش بدم به خاطر هم نگرانی خودم، هم خانواده و هم اطرافیانش. وگرنه ممرضا تو اینجور مواقع که دل مردم چشم به راه استداشه بیکار نمیشینه. مخلصم عشقی. بله، اینم از صحبت‌های ایشون. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیوها چیه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.